برای بررسی بیشتر هم اکنون ارتباط مستقیم داریم با همکارم گیتا آریان در وزارت خارجه آمریکا. گیتا، واکنش‌ها به خصوص از طرف کشورهای امضا کننده تا کنون چه بوده؟ افشار، قبل از اینکه به واکنش‌ها راجبشون صحبت بکنم، من می‌خواستم این رو بگم که ساعتی پیش با براین هوک در یک کنفرانس تلفنی صحبت‌هایی شد در این زمینه. آقای هوک با خبرنگارا صحبت کرد و خلاصش این که گفت اولا این یک اخاذی هسته‌ای هست و اینکه آمریکا به این مسئله تن در نخواهد داد. گفت که این اقدام ایران یا تصمیم ایران در صورتی که عملی بکنه برخلاف عرف بین المللی هست. در این حال گفت هنوز خیلی زوده که ببینی که تصمیم بگیریم چه کار بکنیم، ببینیم عملا ایران چه کار خواهد کرد و بعد اون موقع، و اینکه اگر کار به اونجا بکشه و از اون محدودیت ها فرای اونها عمل بکنه، باید دید که آیا اون مدت زمانی که نیاز داره تا یک بمب اتمی تولید بکنه کمتر از یک سالیه که در توافق تعیین شده یا خیر. به هر حال برگردیم به واکنش ها. از دیروز زمزمه های این مسئله شروع شده بود که ایران چنین تصمیمی داره. فرانسه گفته بودش که هشدار داده بود که اگر این کار رو بکنه تحریم های اروپایی هم عملی خواهد شد. همطور که شنیدیم جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم الان در کنار آقای پومپو این حرف رو زد. سخنگوی دولت آلمان از ایران خواسته که این اقدام خصمانه رو انجام نده، این کلمه آلمان بود، و از ایران خواسته که توافق حفظ بشه و گفته که تا زمانی که ایران رعایت بکنه توافق رو، آلمان هم رعایت خواهد کرد. باز همون مطلبی که وزیر خارجه بریتانیا گفته. روسیه تصمیم ایران رو در واقع انداخته گردن آمریکا. چین دو طرف رو تشویق به گفتگو و رعایت توافق کرده. باز در بریتانیا تریزا می نخست وزیر اون کشور ابراز نگرانی کرده، خواسته که همه طرفین اون رو رعایت بکنن این توافق رو. و یک مقام وزارت خارجه بریتانیا، مقام دیگری در پارلمان اون کشور، گفته که این کار ایران عواقب خواهد داشت و اینکه بریتانیا با دیگر همتایان کشورهای اروپایی در تماس است. ضمن هم ابراز نگرانی کرده راجع به برنامه موشک بالستیک ایران و همینطور حمایتش از گروه های تروریستی در یمن و لبنان. به هر حال در این میان، جدای از این کشورها که از امضا کننده های توافق بودند، نخست وزیر اسرائیل هم واکنش نشون داد. امروز صبح شنیدم ایران قصد دارد برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد. ما به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهیم داد. ما به مبارزه با کسانی که می‌خواهند ما را بکشند ادامه خواهیم داد و ریشه‌مان را هرچه عمیق‌تر در خاک سرزمینمان خواهیم نشاند. تحت توافق، خیلی خلاصه بگم، غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران بسیار بسیار محدود شده بود. افشار، بله، ممنون از توضیحات و گزارش شما گیتا آریان، مستقیم از وزارت خارجه.